در ایران و هر کجای دیگر جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشسته ای، سلام میگویم. جمشید چالنگی هستم از واشنگتن بارانی در ساعت پیش رو و هر تفسیر خبر همراه شما عزیزان خواهیم. چون پنجشنبه شبهای اخیر، البته هر یک پنجشنبه شب در میان، در این شماره از تفسیر خبر میپردازیم به مهمترین خبرها در عرصه اقتصادی و کارگری در ایران. مذاکرات 5+1 با جمهوری اسلامی درباره برنامه اتمی حکومت فقیه به کجا رسیده است؟ چه مشکلاتی برای زندگی روزمره مردم ایران به وجود آورده برنامه اتمی جمهوری اسلامی؟ انتخابات در آمریکا، برنده شدن اکثریت مجلس سنا توسط حزب جمهوری خواه آمریکا، کنگره آمریکا مجموعه مجلس نمایندگان و سنا به دست جمهوری خواهان افتاده است. ناظران پیش بینی می کنند پرزیدنت اوباما که به داشتن سیاست مماشات در برابر جمهوری اسلامی شهرت یافته است، دو ساله نسبتاً سختی را در پیش خواهد داشت در برابر کنگره‌ای با اکثریت جمهوری خواهان. و خبرهای دیگر در همین زمینه، در زمینه اقتصاد در ایران و پیامدهای انتخابات آمریکا بر روابط واشنگتن و تهران و در نتیجه پیامدهای اقتصادی آن. با من و شما هستند در گلاسکو آقای رضا تقی‌زاده، کارشناس نفت و امور بین الملل. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای تقی‌زاده عزیز سلام به شما. سلام به شما آقای چالنگی، سلام به مردم ایران. آقای چالنگی، ظاهراً امروز من و شما در دو جایی که هستیم یک ارتباط طبیعی با مردممون در داخل ایران داریم. هم هوای بخشای بزرگی از ایران ابری و بارانی است، هم شهر ما و هم شهر شما. بله چنین هست و امیدواریم ارتباطات بیشتری باشه از نظر آب و آبادانی در ولایتی که ما، من و شما هستیم و عزیزان در وطن. امیدوارم اونها از هوای پاک نیز برخوردار باشن و همینطور از شرایط نسبتاً خوب مربوط به زندگی و شایسته مردم ایران. بله. هوای سیاست در شهر شما برای آقای اوباما بسیار بسیار ابری است، برخلاف اونچه که در غرب آمریکا میگذره. غرب آمریکا همچنان در خشکسالی است، روزهای بیباران رو همچنان ادامه میده. بله کاملا درسته و هوای سیاست برای آقای اوباما به قول ایرانی ها هوای پسیست یا هوا پسه برای ایشون، به خاطر اینکه کنگره با اکثریت جمهوری خواهان کار زیاد ساده ای نیست، به خصوص اینکه بسیاری از نمایندگان حزب دموکرات نیست مدت هاست که رویگردان شدن از سیاست ها و اقدامات، بسیاری از اقدامات دولت اوباما. اما ظاهرا در ایران هوا برای ولی فقی هنوز چندان پس نیست. آقای تقی‌زاده گرامی، این یک تفاوت جناب چالنگی بین حکومت های اقتدارگرا نظیر اونچه که ما امروز در ایران تجربه میکنیم، به دی اون رو نفس و ذات دیکتاتوری قلمداد میکنن و به واقع نزدیکتر
با حکومت‌های دموکراتیک که مردم انتخاب می‌کنند. و در آمریکا امروز ما شاهد به قول شما روزهای بارانی و هوای پس برای رهبرای اونها هستیم. اینجور هوا و احوال سیاسی در کشورهای دموکراتیک تغییراتش تدریجیه و محسوسه، ولی متاسفانه برای حکومت‌های اقتدارگرا و کسانی مثل آقای خامنه‌ای این تغییر تدریجی صورت نمیگیره، قابل پیش بینی نیست، یک شبه است. و به این علت است که دیکتاتورها هیچ وقت انتهای راه خودشون رو پیش بینی نمیکنن. خب این پس نبودن هوا برای دیکتاتورها یا در مورد ایران برای آقای خامنه ای آیا به همین معنی هم هست برای مردم یا خیر داستان برای مردم هر وقت هوای این خوبه هوای مردم خوب نیست؟ چجوری است؟ طبیعتا هوای مردم با رهبران زورگو در تقابل همدیگه هستند. اگر هوا برای اونها خوب باشه برای رهبرها بده و برعکس. آقای طرزاده عزیز، به هر حال از هوای تهران که بگذریم میرسیم به موضوع و مسئله‌ای که بسیار مربوط میشه به سفره مردم ایران، برنامه اتمی حکومت فقیه. دور تازه مذاکرات در راه است. آیا نشونه ای از اینکه به سرانجامی برسه به سود مردم ایران و این وضعیت موجود پایان بپذیره شما میبینید در مسیر، در مسیر مذاکرات؟ این امیدواری است که آقای روحانی رئیس دولت جمهوری اسلامی داشت و این وعده است که به اونها میداد. ولی اگر که تاریخ برای ما درس روشنی باشه، برگشتن به 35 سال حکومت جمهوری اسلامی نشون میده آیا واقعا باید دلبستگی عقلانی به نتیجه مذاکرات مردم در داخل کشور داشته باشند یا خیر. من از جمله کسانی هستم که موافق مذاکرات اتمی هستم، به یک دلیل ساده که این انرژی اتمی رو با این هزینه ها در این شرایط در جهت مصالح درازمدت مردم ایران نمیبینم، چرا که ثروت طبیعی اونها نفت و گاز و ایران میتونست با استفاده منطقی از این دو منبع در ردیف مرفه در این کشورهای دنیا قرار بگیره، وسیله‌ای که به عمد زمین گذاشته شد و به اون چوب حراج زده شد و توسل به برنامه اتمی شد با این بهانه که ما میخواهیم نفت و گاز رو نجات بدیم، ولی در باطن به این نیت که سلاحی در دست داشته باشند برای دفاع از حاکمیت اسلامی در ایران و افزایش ضریب امنیت اون حکومت. و حالا مردم دارن هزینه های اون رو میپردازن. این است که اگر حتی توافقی بین جمهوری اسلامی و آمریکا صورت بگیره و این توافق در شکل کلی به امضا برسه، باز مردم ایران واقعا زندگیشون تحت تاثیر این توافق تغییر اساسی نخواهد. در یک نمونه مشخص و کوچک فاصله است که در طول یک سال گذشته در اجرای تحریم ها به نوعی ایجاد شد و جمهوری اسلامی فرصت پیدا کرد به بهانه خرید قطعات یدکی هواپیما ناشی از لغو بخشی از تحریم ها خریدهای خارجی شد دوباره ادامه بده. و ما میبینیم باز دوم 400 میلیون دلار کلاهبرداری، رشوه دادن، رشوه گرفتن از زیر عبای ملایان و عوامل اونها در ایران بیرون اومده. بنابراین اگر واقعا تحریم ها به آزاد شدن بخش بلوکه شده پولهای ایران بیانجامه، اونچه که افزایش پیدا میکنه نه سطح زندگی مردم که افزایش فساد دولتی است و افزایش تعداد کلاهبرداری ها و رشوه هایی که داده و گرفته میشه. این 400 میلیون دلار هست قطعا؟ 400 میلیون دلار که بنا به ادعای نمایندگان همین مجلس اسلامی در آخرین ماهای منتهی به عمر دولت گذشته در جمهوری اسلامی اختلاس شده، کلاهبرداری شده و به عنوان اعتبار به اشخاصی داده شده که معاون رئیس جمهور بودن، رئیس دفتر رئیس جمهور بودن، یا دلال ها و یا بسیجی های حکومت بودن. خوشبختانه در جمهوری اسلامی در طبقه حکومت کنندگان ولی فقیه و تمام مخلفات مربوطه دیگه واحد پول پول رایج نیست، یعنی زمان قران و ریال و تومن و اینها بود، واحد رایج دلار هست. البته رقم دیگری هم هست، میلیارد. این میلیارد رو به عنوان واحد پول باید به زودی در ایران بپذیریم. بله
اون هم هست دیگه، نوع سکه، نوع اسکناس، هر چی که هست، پول ایران برای این آقایون شده دلار. به ارزهای دیگه هم هست البته، پوند انگلیس و یورو. آقای تقی‌زاده اشاره کردین، در پرانتز من این پرسش رو هم داریم که کاهش قیمت نفت در روزهای اخیر چه سبب و چه تأثیر و پیامدهایی روی بازار نفت در ارتباط با ایران خواهد داشت؟ شاید تشنگی جمهوری اسلامی و حکومت رو برای رسیدن به نوعی از توافق کلی با دنیای خارج، با آمریکا، افزایش بده. این کاهش قیمت نفتی در طول در حدود 3-4 ماه گذشته در حدود 25% از بهای نفت رو کاهش داده، عملا 25% از درآمد کاهش پیدا کرده جمهوری اسلامی رو هم کمتر از اون چیزی کرده که در بودجه امسال پیش بینی میشد. یعنی نفتی رو که در بودجه 100 دلار پیش بینی کردن و 110 دلار میفروختن، الان ناگزیرن 80 دلار در هر بشکه یا حتی کمتر از اون با قیمت‌های ترجیحی بفروشن. ضمن اینکه نفت ایران واقعا بخش عمده‌ایش به قیمت‌های روز بازار به فروش نمیرسه. این نفت به علت مضیقه‌هایی که خریدارها برای نقل و انتقال پول فروش نفت دارن، نفت رو ارزون‌تر از قیمت بازار می‌خرن و رقابت کشورهایی مثل عراق، عربستان سعودی در بازارهای سنتی ایران به این ارزان فروشی نفت ناگزیر کمک کرده. بله. به هر حال یعنی جنبه سیاسی نداره، چون خیلی ها معتقد هستن که افزایش نفت، تولید نفت توسط عربستان میتونه با هدفهای سیاسی باشه، از جمله مشکلاتی برای روسیه در بازارهای نفت. بدون تردید این درسته، ولی اگر به آمار تولید نفت عربستان نگاه بکنیم، عربستان تولیدش رو افزایش قابل ملاحظه‌ای نداده، در حدود تولیدی که پیشتر پیش بینی میشد همچنان این کار رو ادامه میده و عربستان سعودی هم خیلی از کاهش قیمت نفت به این صورت راضی نیست. ولی البته حق با شماست، اون که از ایران زیان بیشتری خواهد دید روسیه است که بخش بزرگتری از صادرات نفت بازار در اختیار اوست و درآمدهای ناشی از صدور نفت برای اقتصاد بسیار در مضیقه قرار گرفته دولت آقای پوتین اهمیت خارق العاده ای داره. آقای تقی‌زاده، برگردیم به مسئله اتمی. بسیاری بر این عقیده هستن، چه ناظران اوضاع چه ایرانیان که اوضاع رو تعقیب میکنن به دقت در ایران و چه در خارج از ایران، که از شرایط پدید آمده اقتصادی در پی برنامه اتمی جمهوری اسلامی یعنی تحریم ها، گروهی دسته ای در جمهوری اسلامی از جمله دسته ای در سپاه پاسداران بهرمند میشه، راضی هست این وضعیت ادامه پیدا کنه، برای اینکه به هر حال واردات و فروش اجناس وارداتی به مردم در دست این بخش هست و این شرایط باعث میشه که رونق بیشتری داشته باشه بازارشون. گروه دیگری خیر، همینطور در سپاه پاسداران خواستار این هستن این تحریم‌ها پایان پیدا کنه، روابط عادی بشه و این دو دستگی اقتصادی هم وجود داره که بیانش به شکل سیاسی هست یا هر چیز دیگه، مکتبی یا هر چیز. این تا چه اندازه واقع بینانه است در مورد ایران؟ شاید به نوعی درک این که چرا اصولگراها و پاسدارها و کسایی که حکومت در اختیار اونهاست نگران رفع تحریم ها هستند یا نگران ماندگاری تحریم ها. به نظر من از دید اونها اگر عاقلانه تر نگاه بکنن، از هر طرف که شود کشته سود اسلام است. یعنی اگر وضع موجود ادامه پیدا بکنه، یعنی توافقی با آمریکا صورت نگیره بر سر برنامه اتمی، این وضع موجود به باز بودن دست اونها کمک میکنه، اونهایی که صادرات چمدانی، واردات چمدانی، خرید و فروش قاچاق همچنان بازارشون رو گرم نگه میداره. و اگر واقعا تحریم ها برداشته بشه و گشایش کوچکی در وضعیت مالی حاکمیت ایجاد بشه، باز اونها هستن که از این قضیه بهره میگیرن. بنابراین از هر طرف به هر حال به سود اونهاست، چه تحریم ها برقرار بمونه و وضعیت کنونی ادامه پیدا بکنه، چه تحریم ها برداشته بشه. و متاسفانه از دید مردم ایران در هر دو صورت این مردم هن که زیان خواهند دید. ولی علی رغم سود و زیانی که حالا در جهت مردم و
خلاف منافع اونها میبینیم، ببینیم چه شانسی برای رسیدن به توافق وجود داره. من تصور میکنم که رسیدن به توافق جامع، اون اسمی که به مذاکرات پیچیده و عدیده ایران، آمریکا و گروه پنج علاوه یک تا بال داده شده، در مذاکراتی که در عمان بین آقای ظریف و آقای جان کری وزیر خارجه آمریکا و همینطور خانم اشتون که حالا بازنشسته شده ولی همچنان نقش پیشین خودش رو به عنوان میانجی مذاکرات اتمی ایفا میکنه، به دست نخواهد اومد. ولی امکان رسیدن به یک توافق کلی فراهمه. مفهوم توافق کلی این است که وضع موجود رو ادامه بدن. وضع موجود این است که جمهوری اسلامی یک پول بخور و نمیری از آمریکا دریافت خواهد کرد که این میزان ممکن است از 500 میلیون دلار ماهانه کنونی به 700 میلیون دلار افزایش پیدا بکنه و در عوض برنامه اتمی که میلیاردها دلار هزینه اون به مردم تحمیل شده به صورت خونسا باقی بمونه. یعنی جمهوری اسلامی مجاز به افزایش غلظت غنی‌سازی اورانیوم در ایران نباشه و حاصل اورانیوم غنی‌سازی خودش رو که در حال حاضر در اختیار داره یا به روسا تحویل بده و یا اون رو به اکسید اورانیوم تبدیل بکنه که خطر افزایش غلظت اون به اندازه نظامی و حرکت به سمت بمب از بین بره. این به هر حال یک گشایشی در کار دولتی خواهد بود که فکر میکنه از این راه میتونه وضعیت معیشتی مردم رو بهتر کنه. آقای تقی‌زاده، ببینید در جمهوری اسلامی پرونده های فساد مالی که علنی میشه یا اشاراتی بهش میشه یا هر چه کس، مثل آقای بابک زنجانی و بقیه، و الان هم میبینیم یه پرونده های دیگه 400 میلیون دلاری و بقیه رو اشاره کردن، یا پرونده های دار و دسته رفسنجانی و مخلفات دار و دسته رفسنجانی که شما اطلاع دارید که مخلفات آقای رفسنجانی در اروپا هم هست همچنان و همینطور در آمریکا. بران این پرونده ها بعد از مدتی مثل اینکه ذوب میشه به مرور، یعنی به جای اینکه پرونده بابک زنجانی که به هر حال علم این پرونده هست با گذشت زمان اطلاعات بیشتر و بیشتری در بارش منتشر بشه و جنبه عمومیتری به خودش بگیره، این اطلاعات میبینیم کم کم به فراموشی سپرده میشه. شما تحلیلتون رو میشنویم در این زمینه. یک زمانی آقای چالنگی، آقای بازرگان دولت خودش رو سوپاپ اطمینان دیگه زودپز حکومت معرفی میکرد و به نوعی کارها یا حرفهایی که در جهت مردم انجام میداد یا میزد رو به این حساب میگذاشت که فشار رو از این دیگ گرفته و جلوی انفجار اون رو گرفته و مانع شده از اینکه دیگ به جوش بیش از حد برسه. شاید وضعیت اعلام فسادها و بعد اعلام عزم مقابله با فسادها یکی از همین اقدامات تاکتیکی است که به عنوان سوپاپ اطمینان حکومت بهش رو میکنه و بعد جلوی اون رو میگیره. نگاه بکنیم به این حرفایی که امروز رئیس قوه قضایی حکومت میزنه و میگه کسانی که روزنامه هایی که بلندگوهایی که فساد رو بزرگ میکنند رو محکوم میکنیم به جرم هایی که مرتکب میشن و این کار ضد انقلابی است و خلاف مصلحت رژیم. اون وقت یکی از همین نمایندگان مجلس اسلامی که ظاهرا دستش از حیطه فساد دور مونده یا لاغل مثل دیگر همپالگی ها در مرکز فساد نیست، اعلام میکنه آه فساد اونقدر بزرگی که احتیاج به بزرگ نمایی نداره. بنابراین حرفی که شما میزنید شاید توجیهش به این ترتیب امکان پذیر باشه که دولت اعلام فساد میکنه برای اینکه پاکدستی خودش رو به نمایش بگذاره، فشار مردم رو کم کنه، بگه به جایی که شما انتقاد میکنین ما از خودمون انتقاد میکنیم، ولی وقتی زمان عمل میرسه یک کسانی مثل بابک خسروی رو اعدام میکنن ولی آقای لاریجانی وقتی نوبت اون میرسه میگه اعوان انصار آقای هاشمی رفسنجانی و دیگر کسانی که به سپاه حکومت و دیگر ارکان قدرت وابسته هستند رو مسئول نگرد. آقای تقی‌زاده، در واشنگتن در آغاز برنامه اشاره کردیم انتخابات، اکثریت کنگره در دست جمهوری خواهان از ژانویه آینده، پرزیدنت اوباما اونطور که نیویورک تایمز و چند منبع دیگه نوشتن در خلوتی گفته شده اشاره کرده که هرگز تحمل نخواهد کرد و کنار نخواهد آمد با اکثریت کنگره رو، به هر حال واکنش شاید تندی بوده اما در علن گفته که امیدواره که
با همکاری با کنگره بتونه برنامه های خودش رو در 2 سال آینده پیش ببره. به هر حال اون چی که مورد شماتت بوده حتی از طرف برخی از دموکرات ها در کنگره آمریکا، این سیاست مماشات و کجدار و مریض و با جمهوری اسلامی بوده در دوره پرزیدنت اوباما. شما این تغییر رو در آمریکا تا چه اندازه اثرگذار میدونین روی سیاست واشنگتن در برابر برنامه جمهوری اسلامی به ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران؟ تا جایی که به برنامه های شخصی آقای اوباما مربوطه، طبیعتا روند این برنامه ها، شما اونجا زندگی میکنید، این انتظار وجود داره که بسیار کنتر بشه. همیشه حتی رؤسای جمهور محبوب رو در 2 سال آخر زمان حکومت 8 سالشون یا دولت 8 سالشون که دور دوم هست، او رو مرغابی لنگ قلمداد میکنن، چرا که در 2 سال دوم واقعا کار کردن در دستگاه دولتی برای چنین رئیس جمهوری بسیار دشوار میشه. آقای اوباما یکی از نامحبوب ترین رؤسای جمهوری آمریکاست، بنابراین وضعیت او در کاخ سفید بسیار دشوارتر از همتاهای پیشین او در وضعیت زمانی مشابه خواهد بود. کنگره‌ای که انتخاب میشه و از ماه ژانویه کارش آغاز میکنه، یقینا شروع خواهد کرد به تصویب طرحهایی در جهت خواسته هاشون و فرستادن برای آقای اوباما. آقای اوباما هم میتونه تونتون اونها رو وتو بکنه، در مورد مهاجرین، در مورد مالیات، در مورد اوباماکر و بقیه برنامه هایی که در پیش داره. ولی اون جایی که مقاومت آقای اوباما کمتر خواهد شد در تقابل با ایران و رسیدن به نوعی از توافق با ایران، بخصوص اگر تا 24 ماه نوامبر نوعی از توافق کلی با جمهوری اسلامی رسمیت پیدا نکنه. اونجاست که یقینا در کنگره از مجلس نمایندگان شروع خواهد شد، به مجلس سنا ختم خواهد شد، طرحهایی که تصویب میشه برای اعمال فشار بیشتر علیه جمهوری اسلامی و اعمال تحریم های بیشتر. بخشی از این تحریم ها رو آقای اوباما میتونه جلوشون رو بگیره، ولی تدریجا صف دفاع او در مقابل فشارهای کنگره کوتاهتر خواهد شد و سوراخ پیدا خواهد کرد و این سیلاب آقای اوباما رو هم مجبور به همراهی خواهد کرد با تصمیمات کنگره. کنگره ای که در طول 1.5 سال گذشته قصد داشت جمهوری اسلامی رو حتی در حد صدور 0 بشکه نفت خام مورد تحریم قرار بده، این تحریم ها دوباره در دستور کار قرار میگیره. جمهوری اسلامی هم چنین احساسی رو داره، ولی با توجه به اینکه از 1 ماه پیش پیش بینی میکردن آقای اوباما کنترل کنگره را از دست خواهد داد، ولی مطمئن نبودن به این شکل بد امروز، 2 گزینه رو بهش فکر میکردن آقای چالنگی. یک گزینه این که به هر حال با همین آقای اوباما به نوعی بسازن و با یه مقدار چانه‌زنی بیشتر امتیازاتی بگیرن و در این 2 سالی که تا انتهای دولت او باقی مونده کجدار و مریض کنن با خودشون و وضعیت اسفبار اقتصادیشون رو نجات بدن. گزینه دوم این بود که برگردن به زمان خمینی، زمانی که 52 دیپلمات آمریکایی در تهران بودن و 444 روز در ایران گذروندن و خمینی به جای مذاکره با دولت کارتر با ریگان مذاکره کرد و با دست قدرتمندتر به معامله بزرگتر دست زد که بتونه حداقل بعدا از مزایای اون برخوردار بشه و این مزایا رو دیدیم، تصور میکرد که در جنگ با عراق میتونه پیگیری بکنه. حالا اگر چنین تصوری رو حاکمیت جمهوری اسلامی داشته باشه، ممکنه بین 2 گزینه رسیدن به توافق با آقای اوباما یا صبر کردن برای تعیین تکلیف قدرت نهایی در واشنگتن و مذاکره با قدرت بزرگتر صبر بکنه. یکی از نکاتی که هست، منتقدین اوباما در کنگره پیش از انتخابات جدید هم بر این عقیده بودند و خواستار این بودند که وضعیت حقوق بشر در ایران، اعتراضات گسترده‌ای وجود داشت چه در مجلس نمایندگان و حتی در سنا با اکثریت دموکرات پیش از انتخابات، در مورد افزایش اعدام ها در دولت حسن روحانی. این رو من برای بینندگان بیشتر اشاره کردم. اما آقای تقی‌زاده، در پرانتز این پرسش رو مطرح کنیم که نفت ایران اساسا الان از چه اهمیتی در بازار جهانی نفت برخورداره و به ویژه برای بازار واردات نفت آمریکا؟ مطلقا از کمترین اهمیتی برخوردار نیست. تنها کسی که
نگران صدور یا عدم صدور این محموله میتونه باشه در حدود 1 میلیون بشکه یا کمتر در روز، حکومت جمهوری اسلامی آقای خامنه‌ای و دولت اوست، چرا که میزان عرضه نفت به بازار بیشتر از مصرف هست و نگرانی خریدارها رو هم میشه با یک تأخیر 2-3 ماهه و تغییر نحوه تحویل نفت و پالایش کردن در پالایشگاه ها تنظیم کرد. بنابراین نگرانی در دنیا برای رفتن نفت ایران به بازار یا نرفتن این نفت به بازار وجود نداره و با همین اطمینان خاطر اگر یک توافق کلی در طول روزهای آینده صورت نگیره، بدون تردید کنگره آمریکا به دنبال تصویب قطع کامل صدور نفت ایران خواهد بود. اقتصاد ایران بدون نفت در شرایط کنونی چه دوام و چه قوامی داره در اساس؟ این چیزی است که آقای خامنه‌ای با عرضه اونچه که ازش به عنوان اقتصاد مقاومتی یاد میکنه میخواد نشون بده که بدون نفت هم ما میتونیم دوام بکنیم. آقای احمدی نژاد هم یک بار در سال آخر دولت خودش گفته بود من با دولت نفت 5 دلار در بشکه هم میتونم اقتصاد ایران رو هدایت بکنم. اقتصادی که شکل دولتی داره طبیعتا میتونه 2-3 سال یا اندکی بیشتر اندکی کمتر به این صورت بدون داشتن درآمدهای صادراتی کار بکنه و یقینا تولید نفت ایران قطع نخواهد شد، بنابراین متوسل میشن به قاچاق نفت و فروش محموله های قاچاقی. به این صورت وضعیت بحرانی اقتصاد کنونی ادامه پیدا میکنه ولی دوام اون یا مدت دوامش واقعا قابل پیش بینی نیست. خب برگردیم به همین درآمدهای نفتی و فسادی که هست در هر کشوری. آقای تغیزاده، به هر حال حکومت های دیکتاتوری فسادی که هست یا غیر دیکتاتوری هر چی که هست یه اساس و پایه ای داره. در ایران پایه و اساس چون فساد فزاینده ای رو شما در کجا میبینید؟ کجا هست؟ استمرار در حکومت، این شعار شناخته شده است، این فرمول شناخته شده است که استمرار در حکومت استدبابی رو به دنیا میاره، به دنبال میاره. حتی در کشورهای دموکراتیک وقتی یک حزبی 2 بار 3 بار رئیس دولتش انتخاب میشه به نوعی از استبداد رو میکنن. نگاه کنید به دولت اردوغان در ترکیه که با شکوفایی اقتصادی کارش رو شروع کرد ولی چون بیش از 10 سال در دولت دوام داشت شروع کرد به خودکامگی و اقتدار طلبی. این وضعیت در ایران 35 ساله که ادامه پیدا کرده. بنابراین استبداد یک بخش جدا ناپذیر ادامه حاکمیت و ادامه حاکمیت در قدرت شده. وقتی که این استبداد پیش میاد فساد غیر قابل اجتنابه. بنابراین یک دایره منحوس بسته است. استبداد دوام قدرت رو تضمین میکنه، دوام قدرت فساد رو به دنبال میاره. حاکمیت جمهوری اسلامی 35 سال به دنبال یک دایره بسته حکومت اقتدارگرای فاسد بوده و تنها شکستن این دایره است که ممکنه مردم رو از وضعیت فاسد اداری کنونی نجات بده. بازار ایران که در اقتصاد ایران نقش بسیار مهمی داره و همینطور در عرصه سیاسی هم در گذشته نقش مهمی داشته و در شرایط کنونی هم به هر حال نقش داره، بازار ایران در یک همچین بلبشوی کجا ایستاده؟ بازار واقعا طبیعتش با اون چی که پیش از انقلاب بود تغییر کرده. بازار ایران در گذشته نقش توزیع کننده داشت، البته نقش وساطت رو هم ایفا میکرد، ولی الان نقش وساطت در بازار به مراتب تقویت شده و نقش توزیع کننده به مراتب تقلیل پیدا کرده، ولی همچنان تحت تأثیر سیاست گذاری هاست و سپاه پاسداران اگر در بقیه بخش های جامعه حضور محسوسی نداره تلاش میکنه لااقل سیاست بازار رو کنترل بکنه. بازار عملا نسبت به تحولات کنونی خونسا کردن و از ادامه فعالیتش به نحوی که بتونه مخل روند حکومت امروز بشه پیشگیری میکنه. سپاسگزار هستیم آقای رضا تغیزاده عزیز در اسکاتلند، با سپاس بسیار. روز خوش. میگیریم تفسیر خبر رو از شبکه تلویزیونی ایران فردا، با من و شما خواهند بود در نیمه دوم برنامه آقای منصور استانلو فعال سندیکایی و کارگری. خواهیم پرداخت به آخرین خبرها در عرصه
کارگری در ایران. تا لحظاتی دیگر. آقای اوساندوی عزیز، سلام به شما. سلام و درود به شما و همکاران و مردم ایران و زحمتکشان کشورمون در هر کجای دنیا که هستند. سپاسگزارم. جناب اوساندوی گرامی، در آغاز خبرها رو از شما میشنویم، مهمترین خبرها در عرصه کارگری. بله، ما طی این یکی دو هفته که در خدمتون نبودیم، بس خوب اخبار کارگری خیلی زیاده. من تیتر بعضی از خبرها رو میگم و بعد با همدیگه به مهمترینش میتونیم بپردازیم. مهمترین اخباری که ما داشتیم این استش که کارگرای نورد و لوله صفا کماکان به اعتصاب خودشون دارن ادامه میدن، همچنین دستگیری تعداد زیادی از مردم سنندج و کارگران این شهر، به خصوص آقای خالد حسینی، به دلیل اینکه از مقاومت مردم کوبانی دفاع کردن در روز جهانی دفاع کوبانی، همچنین اینکه اتحادیه سراسری کارگران سوئد LO مبارزه برای فعال اتحادیه رضای شهابی رو که به طور موقت برای معالجه آزاد شده پیگیری میکنند، و علاوه بر اون ما خبرهای خواهیم داشت از معادن، از سندیکای شرکت واحد و فلزکار مکانیک، و اگر فرصتی شد در رابطه با کشته شدن کارگران در پتروشیمی جم، بخشای ساختمانی و جاده ای. بله، در مورد همین خبر آخر، خبر تأسف انگیز آخر، توضیح بیشتری اگر هست ممنون میشه. حتما. متاسفانه طی سالهای اخیر با توجه به اینکه هم دولت و هم حکومت پشتیبانی خودشون رو و بازرسی از محیط کار رو تعطیل کردن عملا، و سندیکاهای کارگری هم در بسیاری از مراکز کارگری و صنعتی و تولیدی و خدماتی شکل نگرفته، آمار کشته شدن و مصدومیت شدید کارگران در تمام مراکز کار و تولید همچنان رو به افزایش است. و همین هفته ما روز 13 آبان در چهارراه دردشت در تهران در پی سقوط بالابر حمل مساله، دو تا کارگر کشته شدند و دو تا هم زخمی شدند، و متاسفانه هیچ کسی به اینها و به بیمه اینها و به آینده اینها و ایمنی بهداشت کار اینها اهمیتی نمیده. و الان یک آمار دولتی هم بیرون اومده که طی 10 سال گذشته بیشتر از 13,200 کارگر در محل کار تو ایران کشته شدن، که البته آمار واقعی بیش از این آمار رسمی است و این فقط آمار رسمی که خود حکومتی ها منتشر کردن. علاوه بر اون، دوباره همین هفته یعنی پریروز، دو تا کارگر مجتمع صنعتی پتروشیمی جم هم بر اثر استنشاق گاز نیتروژن در حین کار و شستشو یکی از مخازن گاز دچار گاز گرفتگی شدن و جونشون از دست دادن. کارگرای پتروشیمی جم میگن آخه ما بارها رفتیم و به کارفرما گفتیم که برای شستشوی این مخازن گاز بایستی حتما موارد بهداشت و ایمنی رعایت بشه، حتما لوازم کافی باید به ما بدن، ماسک به اصطلاح جلوگیری از ورود گاز به دستگاه تنفسی رو به ما بدن، و این به علت ازدحام گاز نیتروژن توی این مخازن گاز گرفتگی شدید بوده و باعث کشته شدن این کارگرها شده. اسم یکیشون آقای حسین حیدری هست و اسم دیگری محمود جعفری، که اینا شهیدان کار هستن که متاسفانه به خاطر یک لقمه نون با شرف که برای زن و بچه‌هاشون ببرن اینطور کشته میشن. همچنین آمار کشته شدن 3 کارگر رو داشتیم که در حفر چاه در تهران متاسفانه در منطقه نزدیک به میدان آرژانتین دفن شدن، و 2 کارگر هم که زیر آوار موندن. اینها تازه اون بخش از خبرهایی است که خبرگزاری دولت منتشر میکنن. چند روز پیش هم سالگرد قتل ستار بهشتی، کارگر وبلاگ نویس بود در زندان، که یادآور قتل بسیاری دیگر زندانیان
سیاسی از جمله کارگران گرامی ایران بوده در زندان و قتل افشین اوسانلو و بسیار دیگه. یعنی این قتل‌های سازمان یافته و قتل‌های به ظاهر غیر سازمان یافته بر علیه کارگران ایران متاسفانه به دلیل اینکه سانسور شدید هست و اخبار اونها رو منتشر نمی‌کنن، در رادیو تلویزیون‌هایی که در داخل کشور هست بیان نمیشه، اینه که خیلی از مردم که در داخل ایران زندگی می‌کنن واقعاً این آمار، این اخبار و این اطلاعات رو ندارن. البته وجود رسانه‌های ماهواره‌ای خیلی داره کمک می‌کنه، همینطور که شما دیدید خون افشین اوسانلو یا خون ستاره بهشتی و کارگران زندانی گریبان اینها رو گرفته و به تدریج در مراسم بزرگداشتی که سالیانه برگزار میشه میبینیم که ده ها نفر، صد ها نفر حضور دارن پیدا میکنن و ترس و یأس رو کنار میگذارن و مثل خانم نرگس محمدی یا آقای محمد نوریزاد با اون شجاعت میستن، مثل خانم گوهر عشقی مادر ستار و اون فریادهای حق طلبانه که از گلوی کارگران، از گلوی مردم ایران خارج شده رو تقویت میکنن. و ممنونم که شما یادآوری کردید، چون این روزها بسیاری از رسانه ها منتشر کرده بودن این خبر رو. من به صورت دیگه فیلم و عکسش رو نفرستادم شما پخش کنید، ولا هستش همه جا و در آرشیو هست استفاده میکنم و سپاسگزار هستیم از شما که با اخبار و دقت و دنبال کردن، منصور خان همیشه همین بودید که در ایران هم همین، ما رو بینندگان ما رو در جریان میذاری، در جریان آخرین اخبار میذاری. با سپاس بسیار داریم از شما. اما اشاره کردین در بیرون اخبار منصور خان که لوله و نورد صفا در اونجا کار به کجا رسید، حق و حقوق مورد طلب کارگر؟ بله، ما برنامه قبلی هم که با هم داشتیم روی خبر رفتیم. کارفرما میخواد که کارگرها رو اخراج بکنه، کارگرها ایستادگی دارن میکنن که جلوی اخراجها رو بگیرن و خوشبختانه یک مرحله مبارزه اومده بالاتر. یعنی کارگرهایی که در کارخونه لوله و نورد صفا کار میکنن به حمایت از اون 36 نفری که کارفرما حکم اخراجشون رو داده در آمدن و میگوین که اونها نباید اخراج بشن و کار به اعتصاب کشید. از تیر ماه تا امروز هم حقوق همه کارگرها عقب افتاده، قراردادهای کارم همه رو یک ساله که کرده بودن حالا همون قراردادها رو هم تنظیم نکردن. بعد چون کارگرها اعتصاب کردن، کارفرما در کارخونه رو بست هفته گذشته که کارگرها رو به داخل کارخونه راه نده. اینطوری که خود بچه های اتحادیه آزاد کارگران که سایتشون هم در داخل کشور مطالب منتشر میکنه به من خبر دادن، میگن حتی کارفرما رفته تعدادی کارگر غیر ایرانی افغانی آورده برای اینکه لوله هایی رو که تو کارخونه تولید شده بوده اونا رو بار بزنه، با واند بفرسته بره. و کارگرها حتی با این مثلا مخالفت کردن و میگن اول این 4 ماه حقوق عقب افتاده ما رو باید بدید و اگر کارخونه نمیتونه حقوق ما رو بده، خب سهام کارخونه رو سهامی عام کارگری بکنین، میشه بخش خصوصی، خود ما کارگرها این سهام رو میخریم و با این حقوق عقب افتادمون بقیهش هم قسطی مای 20,000 تومن 30,000 تومن میدیم و در مدیریت شرکت سهیم میشیم و مدیریت مشارکتی رو پیش میبریم. آیا ببینیم بازم کارخونه ضرر میده که شما حقوق ما رو از تیر ماه تا الان ندی؟ آیا خود کارفرما میتونه 5 ماه شکم زن و بچهش رو بدون پول، بدون درآمد سیر بکنه؟ یک ماه حقوق عقب افتادنشون رو بالاخره 3 روز پیش دادن، ولی کارگرا میگن ما 4-5 ماه حقوق طلب کاریم و تا همه حقوق عقب افتادمون رو ندین دست از اعتصاب نمیکشیم. خوشبختانه مردم ساوه و کارگرای کارخونه های دیگه هم توجهشون به این مبارزه جلب شده و اگر رسانه ها به این اعتصابات کارگری بیشتر توجه کنن و روزانه اخبارش رو به گوش مردم برسونن، به نظر میرسه که حمایت های کارگرای کارخونه های مختلف از همدیگه شرک بگیره و رسانه ها بتونن یه کمک بکنن به اطلاع رسانی در رابطه با حمایت ها از اعتصاب ها و اعتراضات. و همین رویدادها به شکل دیگه در چادر ملو بوده نیست؟
زنده باشید که یادآوری میکنید. بله، در معدن بافق و چادرملو و معادن دیگه ایران طی ماه گذشته ما متاسفانه، من اسم چند تا معدن هم بیارم، مثلا معدن زرند که معدن بهش میگن معدن جو در قسمت زرند کرمان میخواد 460 تا کارگری رو که بین 15 تا 20 سال سابقه کار دارن یه دفعه قراردادهای رسمیشون رو تبدیل بکنه به قرارداد سفید امضا و این کارگران دست به اعتصاب و اعتراض زدن. در منطقه شمال کشور معدن سنگرود باز همینطور کارگرها، چند مرحله معدنچی ها رو من دارم میگم، اعتراض کردن و به تهران آمدن. دوباره در منطقه معدن شمال غربی زاگرز، ببخشید البرز، و شمال شرقی البرز هم ما اعتصابای چند روزه داشتیم در رابطه با دریافت دستمزد و اینکه کارفرماها و فرمانداری سمنان و شهرداری شهر شارود دارن زمینهای مربوط به معدن رو به شکل خیلی خودمانی به عنوان خصوصی سازی 44 هکتار زمین رو میخوان غصب بکنن و کارگرها به این مسئله اعتراض دارن و خونه هایی رو که به کارگرها دادن به زور دارن تخلیه میکنن، خونه هایی که از زمان شاه اونجا توش به اصطلاح کارگرها به عنوان مسکن در اختیارشون بوده چون معدن دوردسته و اونجا با شب توش استراحت بکنن، خانواده‌هاشون هم حالا بردن اونجا، مایی هم 50,000 تومان از این بندهای خدا به عنوان حق مسکن کم میکنن. یعنی از زمان گذشته مجانی بود جاره؟ بله مجانی بوده، کاملا درسته. و در معدن باف و چادرملو که این اعتصاباش خیلی پر سر و صدا بود، در باف هنوز سهام رو به نام کارگرها و مردم شهر نکردن، اون 28.5% که قول دادن، و هنوز هم سندیکای کارگران معدن باف شکل نگرفته. کارگرها خیلی دارن تلاش میکنن که نهاد صنفی مستقلشون رو تشکیل بدن و این هنوز درگیری بینشون است. و در چادرملو هم کارفرما اومده حق بیمه ای رو که به اضافه کاری تعلق میگیره رو به صندوق تامین اجتماعی نمیفرسته و صندوق تامین اجتماعی حتی الان داره به کارفرمای معدن چادرملو اعتراض میکنه، چرا که موقعی کارگر کار میکنه اضافه کاری میکنه اون حقوقی که میگیره بیمه بهش تعلق میگیره به اضافه کاریش، هم بیمه رو که کم میکنن اگر بفرستن به صندوق تامین اجتماعی حقوق بازنشستگی کارگر در زمان بازنشستگیش به نسبت کم کردن حق بیمه بالاتر میره. وقتی این پول رو به حساب صندوق تامین اجتماعی نریزن عملا یعنی انگار کارگر کار نکرده و اون تو حق بیمش منظور نشده. یکی از اعتراضات کارگرای چادرملو علاوه بر خواستای قبلیشون که در اعتصاب 7-8 ماه پیش دامنه دار شد، همین پرداخت حق بیمه مرتب و پرداخت حق بیمه اضافه کاریشون هستش. به هر حال میبینیم که به خصوص معدنچیای کشور ما الان همه درگیرن. اگر کارگران صنعت نفت رو هم بذاریم جزء معادن که خود نفت هم معدن حساب میشه که از زیر زمین بیرون میاد، حالا در سطح وسیع تر و صنعتی تر، با 40,000 کارگر صنعت نفت هم روبرو هستیم که درخواست دارن، مطالبه دارن، نارضایتی دارن و اونها هم به قراردادهای موقتشون اعتراض دارن و بارها این اعتراض رو اعلام کردن. امیدواریم با اطلاع رسانی این کارگران معدن کشور ما که ده ها هزار نفر میشن و با خانواده هاشون بیش از 100,000 200,000 نفر پیوندی به هم بخورن و بتونن نهادهای سندیکایی خودشون رو سازمان بدن و بتونیم به طرف مثلا فدراسیون سراسری کارگران معدن ایران بریم که اگر مثلا در باف یا چادرملو یا در زرند یا در شمال کشور کارگرای معدن اعتصاب میکنن، بقیه هم از اونا پشتیبانی کنن و یه نیروی اجتماعی به وجود بیاد که حکومت رو وادار کنه پاسخگو باشه. یعنی به این ترتیب شما میفرمایید حکومت در کنار کارفرمایان ایستاده که چون این رفتاری با کارگران داره؟ نه اینکه در کنار اونا وایستاده، ما الان کارفرمای بخش خصوصی به اون شکل نداریم. همه این معدنا دولتی بوده، همه این معدنا مربوط به زمینهاش منابع طبیعی مملکت بوده. اینها کارگرها در اصل تو معدن ایران زیر نظر وزارت صنایع و معادن و فلزات کار میکردن. لوله و نورد صفا چی؟ اون هم دولتی؟ نه الان عرض میکنم خدمتتون، حالا بیام سر کارخونه معدن. کارخونه لوله صفا معدن نیست، کارخونه لوله صفا
آره لوله سازی، من تو معدن بودم الان بحث میکردم. نه به طور کلی، سوال من منظور خواهم به طور کلی هست، یعنی مثلا چه بخش خصوصی، حالا دولتی که خود حکومت هستش، منظور من این هست به طور کلی در قضیه رابطه کارگر و کارفرما، ظلمی که به کارگر میشه حکومت کجا ایستاده؟ لوله و نورد صفا که اشاره کردید معدن نیست، طبعا نیست، این به کارگرانش که ظلم میشه حکومت کجاست؟ حکومت کجای قضیه است؟ بغل کارفرماست؟ پشت کارفرما؟ حامی کارفرما؟ یا کارگری، کارگر شریف و زحمتکش ایرانی مثل همه کارگران اونجا؟ کارفرما نه تنها پشت کارفرماست، دولت و حکومت خودشون کارفرمای اصلیه. مسئله این نیست که الان فقط از کارفرما حمایت میکنن، قوه قضاییه حکم شلاق صادر میکنه برای کارگری که میگه آقا حقوقمو ندادی، یعنی برده داری در واقع. زنده باد. نه اینکه دولت، کل حکومت، یعنی از دفتر ولایت فقیه تا مثلا وزارت کار که میشه قوه مجریه، تا دادگاه هایی که رأی بر علیه کارگر رو صادر میکنن، کارگر رو دستگیر رو میکنن، شلاق میزنن، کارگر و معلم زحمتکش رو به زندان میندازن، مثل رسول بوداغی، مثل محمد جراحی، مثل شاهرخ زمانی، مثل آقای قنبری و ده ها و صد ها روزنامه نگاری که اونام کارگر حساب میشن چون مزد میگیرن کار میکنن، همه اینها رو دولت و حکومت در از به زندان انداخته. یعنی حکومت نه تنها پشت کارفرماست که سرکوبگر اصلی کارگراست و الان وزارت کار به عنوان بدنه اجرای حکومت داره قانون کار رو طوری تغییر میده بی سر و صدا با همدستی مجلسی ها که این هم میشه قوه مقننه. یعنی هر سه قوه حکومتی در نابود کردن دستاوردهای 100 ساله کارگرها دست به دست هم دادن، یکی سرکوب میکنه، یکی زندان میفرسته، یکی هم الان اومده کار رو داره عوض میکنه به طوری که قانون کار دیگه هیچ ماده حمایتی از کارگرها نداشته باشه، مثل ماده 7 در رابطه با استخدام و کار دائمی که داره قراردادهای دائم از بین میبره، مثل ماده 27 که تهمانده ای از دخالت نهاد صنفی، حتی نهاد صنفی دولتی نسبت به حمایت کارگر که اخراجش نکنن، یا اگر کارفرما میخواد تنبیه کنه حتما نهاد صنفی هم بایستی رأی بده، اونم دارن هست بودن ماده 27 و ماده 142 که حق اعتراض به کارگرها میده که در داخل کارگاه یا کارخونه شون بشینن و دست کار بکشن، به نوعی یه جور اعتصاب بود، و ماده 164، یعنی همه موادی که به نوعی به کارگرها حق تشکل، حق سازماندهی، حق ایستادگی و حق کار قرارداد کار و امنیت شغلی داشت، وزارت کار داره اینها را مبه میبره. پس حکومت نه تنها پشت کارفرما هاست که خودش سرکوبگر اصلی طبقه کارگر ایران الان شده، یعنی حتی در بخش خصوصی هم همینطور. بله کاملا، بجز بخش خصوصی کوچک که مثلا 5 تا 10 تا 20 تا کارگر داره و هیچ وابستگی دولتی نداره و راندخور نیستن و پشتیبانی دولتی هم کماکان ندارن، اونجاها مثلا بازرس کار یا هیئت تشخیص، یا اگه یه پرونده به دیوان عدالت اداری بره، یا پرونده به مراجع مثلا قضایی عمومی بره، اونجا چون این مثلا کارفرمای خورده پا که حکومتی نیست، که وابستگی نداره، به خاطر اینکه اونجا میخوان عوام فریبی هم بکنن، بدترین حکم هم شاید بر علیه اون کارفرما میدن، در حدی که اون واحد صنفی، اون واحد تولیدی، اون واحد خدماتی تبلیغی که داره کار میکنه رو بعضی از این احکام متلاشی کردن، یعنی جریمه رو نسبت به کارفرمای کوچیک بخش خصوصی بستن که دیگه با اون جریمه این تعطیل کرده کارشو و عملا 20 تا 30 تا کارگر بیکار شدن. یعنی اما کارفرمایان کلان به اصطلاح، اینها به هر حال اکثرا با زد و بند با حکومت، اونها به کلان با دولت هماهنگن، حق حسابایی که میپردازن کاملا هماهنگن و نه فقط حمایت ظاهری، حتی نیروی انتظامی به سود کارفرما وارد عمل میشه، کارگر معترض رو محاصره میکنه، کتک میزنه، بازداشت میکنه، خانواده های اونها رو حتی مورد تعدی قرار میده. دیدید که تو معدن باب گارد ویژه رو حتی ریخته بودن اونجا تو معدن،
در صورت اسمش اون معدن خصوصی شده. اگه خصوصیه خب کارگر با کارفرماش دارن چونه میزنن سر دستمزدشون. گارد ویژه نیروی انتظامی چی کار داره تو محل کار؟ بله کاملا درسته. اما اگر حکومت ایران به فکر کارگران ایران نیست و در واقع کارگران ایران رو سرکوب میکنه و حق و حقوقشون رو پایمال میکنه و به جیب کارگزاران و وابستگان این حکومت میریزه و سفره کارگر ایرانی رو روز به روز خالی تر کرده و کارگران ایرانی رو در بسیاری از جاها بی خانمان کرده، از جمله در منطقه چادرملو، نهادهای بین المللی اما مربوط به کارگری ظاهرا نه در مورد ایران در بسیاری از جاها رو پیگیر هستند. آخرین خبرها رو در این زمینه حمایت نهادهای بین المللی رو جناب حسانلوی گرامی از کارگران ایرانی و مطالبات کارگران ایرانی از شما میشنویم. بله، کماکان بعد از قضیه ژنو که خرداد ماه بود و تذکراتی که به دولت جمهوری اسلامی از طرف ILO داده شد در رابطه مربوط به حقوق زنان کارگر، برابری دستمزد و استخدام ها و تبعیض شغلی، اتحادیه های جهانی کارگری هم مثل ITUC و به اصطلاح ITF و LO سوئد و اتحادیه کارگری انگلیس، به خصوص سندیکای معلمان انگلیس و سندیکای حمل و نقل انگلیس، شدیداً به دولت جمهوری اسلامی بسا حمله کردن، نامه دادن، پیگیری جهانی کردن، برای نهادهای حقوق بشری گزارش های نقض حقوق کارگران رو فرستادن که در گزارش های سازمان جهانی کار ILO و گزارش های نهادهای حقوق بشری که آقای احمد شهیدم پیگیری میکنه، بخش های از این نقض حقوق کارگران به عنوان نقض حقوق بشر اومده. آخری خبرم این است که الان اتحادیه های سراسری کارگران سوئد به نام LO که میلیون ها کارگر سوئد عضو اون هستند، برای آزادی زندانیان به اصطلاح فعالان اتحادیه و سندیکای کارگر ایران نامه داده، درخواست آزادی همه اونها رو کرده و به خصوص در رابطه با آقای رضا شهابی که نزدیک به 6 سال زندان کشیده، شکنجه شده، در سندیکای شرکت واحد ایشون هست، همکار خود ما هست و گردنش آسیب دید، دو بار جراحی شده، الان هم 200 میلیون تومان وثیقه ازش گرفتن و ازش تعهد گرفتن حالا که از زندان اومده بیرون برای درمان بره خونهش، جیک نباید بزنه و هیچ اطلاع رسانی از ظلمی که تو زندان یا تو دادگاه بهش شده نگه، تا بذارن بیرون از زندان بمونه با اون وضع جراحی گردن و ستون مورا که عمل خطرناکیه، دوباره برش نگردونن زندان. خب این ظلم رو ما اطلاع دادیم، هر کدوم کارگران آدا میتونستیم به نهادهای بین المللی و الان LO خوشبختانه شدیداً داره پیگیری میکنه، هم نامه به مقامات جمهوری اسلامی داده و هم نامه به نهادهای بین المللی که الان بحث LO هم اینه، میگه تشکلیابی آزاد و مستقل در ایران و کارگران زندانی به حمایت و همبستگی بین المللی نیاز دارن و این نه فقط برای فعالین اتحادیه و سندیکایی جدی است، بلکه معلمان، راننده ها و بقیه کارگران زحمتکشان ایران همشون خواستار شرایط بهتر هستند و مورد تعقیب قرار گرفته و در خطر زندان های طویل المدت هستند. به همین دلیل از تمام اتحادیه جهانی کارگری و نهادهای بین المللی و مقامات جمهوری اسلامی خواستن که حتما حمایت‌های بیشتر خودشون رو از سندیکاهای کارگری، فعالین کارگری و مردم ایران که در رابطه با مسائل اتحادیه کارگری تلاش میکنن ادامه بدن. و اهم مهمتر این است که الان وزیر امور خارجه سوئد مارگوت والستروم هم خواسته که در روابط دیپلماتیکش با ایران اگر ایران توجه به مسائل نکنه تجدید نظر خواهند کرد و اینم بنا به درخواست اتحادیه های سراسری LO بوده. بله. تشکیلات مربوط به کارگران. بله. جناب منصورخان گرامی، منصورخان حسانلوی عزیز، سپاس بسیار داریم از شما. خواهش میکنم، منم سپاس گذارم. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان آسماری، دله و کوهساران دراک،
و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد.